بهره برداری از بزرگترین واحد تولیدی لبنیات شرق فارس در فسا. این واحد تولیدی نزدیک به 10,000 متر مربع زیربنا داره که شامل 3 سالن تولید، سردخانه و قسمت‌های اداری و رفاهی و آزمایشگاهی میباشد که برای ساخت اینجا نزدیک به 100 میلیارد تومان تا الان هزینه شده. این کارخانه به تمام دستگاه‌های بروز مجهز شده و روزانه تا حدود 50 تن شیر را فراوری می‌کند. ما برای اینکه بهترین محصول رو سر سفره مردم قرار بدیم، از بهترین مواد اولیه استفاده می‌کنیم. چون که واحد کنترل کیفی و آزمایشگاهی ما هر روز محصولات تولیدی را آزمایش و کنترل می‌کنند. در مرحله اول بهره برداری از این واحد تولیدی، زمینی اشتغال 30 نفر به صورت مستقیم فراهم شده. من اپراتور این دستگاه هستم که خدا رو شکر این کارخونه راه اندازی شده و من اینجا مشغول به کار هستم و خیلی هم از کارم راضی هستم. ما قبلا شرایط شیراز بندر کارهای فصلی انجام میدیم، اونجور کار خوبی نبوده. الان شکر خدا شهر فسا کارخونه راه افتاده، اینجا مشغول به کار هستیم، راضی هم هستیم. با راه اندازی کامل این مجموعه تا 1 سال آینده برای 800 نفر به طور مستقیم و 1500 نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد. فرماندار ویژه فسا در مراسم افتتاح این طرح گفت با هدف رونق تولید و اشتغال از واحدهای صنعتی به ویژه صنایع تبدیلی در شهرستان فسا حمایت می شود. الحمدلله در سال آینده هم در شهرستان فسا 4 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبار بالغ بر 300 میلیارد تومان حتما به برگزاری میرسه و این اشتغال بیش از 400 نفر رو انشاءالله در سال آینده شاهد خواهیم بود. ظرفیت تولید این واحد لبنی 25,000 تن در سال است که با اجرای مرحله دوم آن در اواسط سال آینده میزان تولید آن 50,000 تن در سال بیشتر می شود. با توجه به اینکه شهرستان فسا یکی از قطعهای دامپروری استان هست، روزانه 110 تن شیر در شهرستان تولید میشه که با راه اندازی این واحد کلیه شیرهای تولیدی در شهرستان فراوری میشه و از خروج شیر خام از شهرستان جلوگیری به عمل میآید. با راه اندازی این خط تولید تعداد واحدهای لبنی در شهرستان فسا به 3 واحد رسید. در این واحد تبدیلی بیش از 30 نوع محصول تولید میشه که علاوه بر تامین بخشی از نیاز استان فارس به دیگر استانها نیز ارسال میشه. محمد کریم کدیور، خبرگزاری صدا و سیما، فسا.